در بررسی بیشتر با رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا همراه میشیم. خیلی خوش آمد آقای گوهرزاد. الان با این تصریحاتی که قرار آمریکا در اختیار تایوان قرار بده، یا تغییری در توازن قدرت بین چین و تایوان ایجاد میشه؟ درود من هم بر شما و سپاس از دعوت به برنامه. هیچ گونه تأثیر چندانی نخواهد داشت، برای اینکه اگر نگاه بکنیم ببینیم این بسته‌ای که تازه پیشنهاد شده که بزرگترین بسته در این 5 سال گذشته، در این 5 بسته است که تا به حال آقای بایدن موافقت کرده و از سال 2019 پیش از آقای بایدن هم مقداری قرارداد بسته شده. این بزرگترین چه چیزی توش داره؟ 60 موشک ضد کشتی، 100 موشک هوا به هوا و یک سیستم رادار نظارتی. به این ترتیب در برابر چین که قدرت ناوگان بزرگ دریاییش 777 هواپیما داره در ناوگانش و تایوان فقط 117 تا داره، بسیار این مزیت و توانایی چین بالاتر از این است که تایوان با این چند تا موشکی که میگیره بتونه اونها رو تهدیدی بکنه. و مسئله مهم این است که فقط تایوان تلاش داره یا آمریکا تلاش داره؟ تایوان در برابر عمل انجام شده ای که اوکراین در برابر روسیه قرار گرفت هرگز قرار نگیره، یعنی نیاز به این نداشته باشه که در زمان کوتاه و فوری اونها رو بتونن از نظر نیرو تقویت کنن. چین یک قدرت بزرگ نظامی دنیاست، به ویژه بزرگترین نیروی دریایی رو داره از نظر نیروی نظامی در درون ارتش. شما با یک مسئله به اسم 1,388,000 هزار نفر در ارتش چین روبرو هستیم. آقای گوهرزاد، پس فکر میکنید الان واکنش چین چه خواهد بود؟ واکنش چین فقط یک واکنش تبلیغاتی است بیشتر. چین هفته گذشته، یعنی در آغاز این هفته، با روسیه و هند و چند کشور دیگه با هم دیگه آمدن و یک رزمایش گذاشتن. این نزدیک شدن این کشورها به هم دیگه و تهدیدی علیه ناتو بودن، خود به خود آمریکا رو که چندی پیش با ژاپن رفت و یک رزمایش در اون دریای زرد گذاشت، برابر میکنه برای اینکه شما این کار رو میکنید ما هم این کار رو میکنید. چین تمام واکنشش میتونه فقط تبلیغاتی باشه و از نظر سیاسی باشه. واقعیت این است که آمریکا یک قراردادی رو تنظیم کرده و تصویب کرده که به موجب اون به تایوان اسلحه میفروشه سالهای ساله.